سلام به دوستان و همراهان عزیز موجی شو. زیر این تاقی‌های بلند و گنبدهای مقرنس، لابلای این دالان‌های طولانی و سازه‌های آجری شگفت‌انگیز، انگار هزاران سال خاطره را با خود حمل می‌کنی. هزاران سال زندگی. حس می‌کنی اگر خوب نگاه کنی، فراز و فرود 10 قرن زندگی و تجارت ایرانی را می‌توان ببینی. در این ویدیو نگاهی داریم به تاریخچه بازار تبریز، بزرگترین و مهمترین بازار سرپوشیده در سطح جهان. پس تا آخر این ویدیو همراه ما باشید. اما قبلش زیر همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله اول از همه از ویدیوهای جدید ما مطلع بشید. بازار بزرگ تبریز سالیانی طولانی نمادی عالی از تلفیق تجارت و زندگی ایرانی و شرقی بوده است. نقطه‌ای که روزی کانون اصلی جاده ابریشم بوده و مأمن مسافران شرق دور که به قسطنطنیه می رفتند. اما به نظر می رسد امروز با ظهور پاساژهای لوکس و مدرنی همچون لاله پارک، تنها نمادی از تبریز قدیم خواهد بود که کم کم رنگ می بازد. تبریز به عنوان شهری که حدود 4000 سال قدمت دارد، یکی از قدیمی ترین بازارهای دنیا را در خود جای داده است. بازار تبریز بزرگترین مجموعه به هم پیوسته و مسقف دنیا است که در سال 1354 در فهرست آثار ملی و در مرداد 1389 خورشیدی به عنوان نخستین بازار جهان در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید. این بازار که از بزرگترین بازارهای سرپوشیده دنیا و یکی از شاهکارهای معماری به شمار می‌آید، از موقعیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و نه فقط مکانی برای فعالیت‌های اقتصادی، بلکه فضایی برای بسیاری از فعالیت‌های اجتماعی، از جمله برگزاری جشن‌های ملی و مذهبی محسوب می‌شود. اغلب بخش‌های بازار کتونی تبریز مربوط به اواخر سده 13 هجری است. به نوشته مورخان، عمده عناصر تجاری بازار تبریز تا پیش از دوره قاجار شامل راسته‌هایی با صنف‌های مشخص، فضای قیصریه و چهارسو، خان و کاروانسرا بود. در جنب مجموعه‌های تجاری، بناهایی چون مسجد، مدرسه، حمام و یخچال نیز احداث می‌شده است. چنین امری بازار را به مکانی دارای بعد اجتماعی که از هر نظر با زندگی مردم شهر گره خورده بدل می کرد. با روی کار آمدن حکومت قاجار، تقریباً بافت و پیکره اصلی بازار به همان شکل گذشته باقی ماند. اما از زمان عباس میرزا و وقوع جنگ های ایران و روس، این شهر به محل سکونت ولیعهد و دارالسلطنه بدل شد. در این دوره فردی خیر به نام حاج میرزا مهدی غازی طباطبایی به احداث یا تجدید عمارتی چون مسجد غازی معروف به مقبره، حمام غازی، حمام، سرا و یخچال میرزا مهدی و ده‌ها بنای دیگر پرداخت. بازار تبریز در دوره قاجاریه نیز کم و بیش از رونق برخوردار بود و سراها و راسته‌های متعددی در آن ساخته شد. بسیاری از کسانی که در این دوره به تبریز مسافرت کرده بودند به وسعت و رونق بازار این شهر اشاره کردند. در دوران پهلوی اول با ایجاد راه‌آهن و جایگزینی تدریجی ترابری ماشینی به جای شتر و قاطر و اولاغ، کاروانسراها در بازار تبریز منسوخ شدند و تنها تعدادی کاروانسرا در ضلع شمالی مهرانرود و در حاشیه میدان به حیات خود ادامه دادند. با احداث خیابان فردوسی و تربیت، راه‌های ارتباطی بازار با شهر تسهیل شد و مسافرخانه‌هایی در این نواحی جایگزین اماکن اقامتی کاروانسراها شدند. همچنین راه‌اندازی اولین کارخانه چرم‌سازی با نام ایران در نزدیکی روستای لاله و کارخانه چرم خسروی در سال 1316 از سوی خانواده صدیقیانی به صنعت کفش و رونق بازار آن در بازار تبریز کمک شایانی کرد. بازار بزرگ تبریز تا سال 1340 شمسی بافت قدیمی خود را حفظ کرده بود.
از اواخر دهه 1340 با تعریض خیابان توپخانه، بخشی از بازار شیشه‌گرخانه در طرح خیابانکشی تخریب شد و با احداث پاساژهای جدید در امتداد و اطراف خیابان مذکور و خیابان شهید مدنی، بافت قدیمی بازار محوریت تجاری خود را از دست داد. روند مدرنیزاسیون در دنیای امروز موجب شده که بازارهای قدیمی کم کم رو به فراموشی بگذرد. اما از نظر دکتر علی اصغر سعیدی، بازار همچنان زنده است. او معتقد است که نباید چنین انگاشته شود که روابط اجتماعی گذشته در بازار گسسته شده و تنها باید به معماری آن پرداخت و نباید صرفاً از گذشتهش برای گردشگران سخن گفت. از نظر او نوگرایی ممکن است برخی از کارکردهای اقتصادی اصناف را مانند تولید از بین برده باشد، اما کارکردهای توزیعی آن را گسترش داده و حتی اگر خود بازاریان معتقد باشند که بازار مرده است، نمیتوان منکر وجود شبکه‌های مختلف اجتماعی بود که در همین بازارهای سنتی و زیر و رو شده وجود دارد و تعیین کننده حجم معاملات تجاری است. بازار تبریز از حوادث و رویدادهای تاریخی متعددی گذر کرده است که از آن جمله میتوان به زلزله تبریز در سال 1193 هجری قمری اشاره کرد که آسیب زیادی به این بازار وارد آورده است. اما به همت نجف قلی خان حاکم وقت تبریز، این بازار مرمت و بازسازی شد. سیل مهیبی نیز در سال 1288 هجری قمری در تبریز جاری شد که به نابودی بخش اعظمی از شهر و بازار مسگران، بازار یمنی دوز، میدان صاحب الامر، بازار کفاشان، راسته کوچه و راسته بازار انجامید. در سال 1398 هجری شمسی، آتش سوزی گسترده‌ای در این محل اتفاق افتاد که به سوختن و فرو ریختن بخشی از بازار منجر شد. در سال 1388 نیز بازار تبریز دچار حریق شده بود. اینطور به نظر می رسد که آتش سوزی در بازار تبریز رواج داشته است، به طوری که اعتماد السلطنه درباره آن نوشته است: با همت بازاری‌های تبریز، کار مرمت این بازار از اوایل دهه 70 تا اواسط دهه 80 شمسی جریان داشت. طبق گفته رسانه‌ها، حدود 70% هزینه این مرمت بر عهده بازاری‌ها و 30% بر عهده سازمان میراث فرهنگی بود. این کارهای مرمتی باعث شد که بازار تبریز به الگویی برای مرمت سایر بازارهای کشور تبدیل شود. علاوه بر این، پروژه نوسازی بازار تبریز در سال 1392 به عنوان یکی از برندگان جایزه آقاخان در حوزه معماری انتخاب شد که ظاهراً جایزه 20,000 دلاری آن صرف مرمت بازار تبریز شده است. دوستان عزیز، مرسی از اینکه تا آخر این ویدیو همراه ما بودید. اگر خوشتون اومد لایک کنید و نظراتتون رو با ما به اشتراک بذارید.